ملت عزیز ایران، با درود به ملتی که همیشه در سختی ها پیروز میشه، با ملتی که من میدونم که امسال سال پیروزی شماست، به زیاد نمونده، خیلی دیگه کم مونده که شما همه پیروز بشین. امیدوارم که هر جای دنیا هستین سلامت باشین، هر جای دنیا هستین دلتون شاد باشه. امیدوارم که روی خداوند، دست خداوند در خانه تک تک شما باشه. خب امیدوارم که حقیقتا دل ما میخواد که این امیدواری رو داره که شما ایرانیا به زودی زود پیروز میشین و ما با شادی شما رو خدمت میکنیم. ایمان دارم اینا. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم. خداوند شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی ای پدر جان. شکرت میکنم به نام پرجلال عیسی مسیح خداوند که میتونم کلام تو ای خداوند به دل، به قلب مردم برسونم، به مغز مردم، به روی مردم برسونم ای خداوند. خداوند این کلام تو از زبان من خادم بیرون میاد ای خداوند، بر قلبها بشینه، به تو آبیاری کنه ای خداوند. ای روی پاک مسیح خداوند، تو هدایت کننده برنامه من باش و منو رهبریت بکن در این برنامه. هر چی از زبانم بیرون میاد نام تو رو جلال بده ای خداوند. شکرت میکنم به نام پرجلال و قدوس عیسی مسیح میطلبم. آمین. خب شمالیای عزیز، امیدوارم که شما هم خوب باشین. امیدوارم که در این فصل پاییز که گلاب برگا البته به رنگ زرد طلایی در میاد، خیلی خوشگله. امیدوارم که دلاتون همیشه طلایی باشه. امیدوارم که همیشه در زندگی هایتون گرمای خداوند باشه. هر هفته یک شعری براتون میخونیم. بذار شعر ما بخونیم، بیایم از کلگه و ما از گفتگوی خودمونی ما صحبت بکنیم. میگه شعر با نام خدا آغاز شد. میگه تا که فیض عیسی در این جهان آشکار شد، تا که فیض عیسی در این جهان آشکار شد، شعر با نام خدا آغاز شد. جملگی در نام عیسی شعرها آمد پدید، نام عیسی در جهانی پر امید، دست عیسی در کلیسای نوین آغاز رهگشای زندگی. زندگی آغازگر اندیشه هاست، با امید از سازها و آوازهاست. آواز دلنشین با نکته ها از سرودهای خدا. آغاز راه هاست، راه های بی انتها، انتهای آن بود نور خدا. از تجلیگاه آن منجی ما. آغاز راه هاست، راه های بی انتها، انتهای آن بود نور خدا. از تجلیگاه آن منجی ما. جلال بر نام عیسی مسیح. خب برنامه ما رو آغاز میکنیم. خداوند شکر میکنم که هفته دیگر اومدم در خدمت شما. به کارگردان عزیز ما یاسر جان این زحمت میکشه، ما رو روی ایر میاره، ممنونم ازش. به رهبریت یاسر جان اومدیم روی ایر. اوکی، مسئله زیاده، دروغ گفتنهای جمهوری اسلامی هم زیاده که هر روز هر دروغی میبافن به خوردیم ملت میدن. بازم مسئله دارو در صورت که 97% دارو خودشون میگن که در ایران درست میشه. 97% دارو در ایران درست میشه، با این باز میگن ما کمبود دارو داریم. دارو تحریم نیست. پولایی که اینا نفت میفروشن پولا برای غذا و داروست. منتها این رژیم نمیخواد که مردم ایران راحت زندگی بکنن. سپاه میاد گروه روحانی رو میزنه، گروه روحانی میاد سپاه رو میزنه، تو خودشون الان جنگن. اینه بدونیم ملت که پیروزی شما نزدیکه و روزهای حساسیه. ببینین روزهای حساسیه که
بعضی گفتم رهبرای فیک برای شما درست میکنن، رهبرای تقلبی، الان دارن یه چیزهایی دارن میگن که مردم از اون رای اصلیش بیارن بیرون. ولی مردم ما هوشیارن. چجوری الان هفته سوم یا هفته چهارم هفتپه یا آواز خوزستان توی اعتصابه. آقا وقتی این مرد حقوق نمیگیره، نونم نداره به زن بچهش بده، تا کی یک پدر میتونه بگه آقا من ندارم به فرزندانش، به زنش؟ تا کی این شرم به خودش بگیره بگه من ندارم؟ تا کی یک فرزند، چی پسر باشه چی دختر باشه، تا کی میتونه دست نیاز خودش رو به سوی پدرش دراز بکنه؟ جوون رفته تحصیل کرده، رفته دکترا گرفته، رفته نمیدونم لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، بیکاره، از یک طرف میره گوجه میفروشن یا سبزیجات میخوان بفروشن، با اونجا بساد میکنن، همه رو شهرداری میاد میبره، همه رو میریزه بر میداره میره این برانور. خب تا که این جوون میتونه دستش سوی پدرش دراز بکنه؟ جوونی که تحصیل کرده یک مملکت، مملکتی که این همه ثروت داره، بیکاری بکشه یه دست نیاز به سوی مردم دراز بکنه، تا کی میتونه؟ اون پدرم شرمنده خانوادشه که هر دقیقه باعث بگه، زنش بگه فلان چیز بخر، بگه ندارم، بگه نمیدونم، بچه هاش بگم فلان چیزی بگی، بگی پول ندارم، حقوق نگرفتم. چجوری میتونی وقتی یک نفری چهار ماه پنج ماه حقوق نگرفته، بعدا شما قاضی و قضات جمهوری اسلامی میگین که اینا رو باید اعدام کرد؟ چرا باید اینا رو اعدام کرد؟ آخه مردک تو وقتی اونجا نشستی، تو قاضی یک کشوری، تو قضاوت باید قضاوتت عادلانه باشه. تو فکر نمی کنی که این بدبخت زن داره، بچه داره، کرای خونه داره، کارگره، داره کار میکنه، نشستی اونجا حکم صادر میکنی؟ من نمیدونم شما نمیفهمین یا اینکه خودتونو به نفهمی میزنین. ولی ملت شما باید باهوش باشین. روزا روزای حساسیه. نذارین که از بیرون کشور، از داخل کشور ایده‌ای الان انحراف بدن به شما، شما رو انحراف بکنن از اون کاری که میخواییم بکنین. باور بکنین اینا به زودی زود میفتن. اینا هیچ دیگه جوری نه، فقط همه دارن پولای خودشون فرار دارن میکنن، با پولای خودشون رو ببرن بیرون. خودشون هم فهمیدن که دارن میفتن، ولی ملت ما مثل که متوجه نیستن که اونا دارن میفتن. ملت ما خیلی بی خیالن، الان بی تفاوت شدن. الان بهترین موقع است. کسی که زخمی یا افتاده، الان موقعیه که اونو از اون حکومتش بیاری بیرون. اگه این کارو بکنی، اون سختی برای خودتونه. اگه شما نیاین میلیونی بیرون نیاین، ببین یک سال الان دارم میگم، ببین باور بکنی، اینو فقط باور بکنین شما که اگه میلیونی بیاین تو خیابونا، هیچ ارتش دنیا نمیتونه جلوی شما بایسه. هیچ ارتش دنیایی نمیتونه. وقتی یه چند میلیون آدم در هر شهرستان، ببینین ما رو یه کاری کردن که گیلانی با جنوبی درگیر بشه. چرا الان استانهای دیگه، استان خوزستان پا شده، استانهای دیگر پا نمیشن؟ چرا؟ برای اینکه ما رو مقابل هم قرار دادن که استان خوزستان شلوغ، تبریز، استان آذربایجان خبر نیست، استان گیلان خبر نیست، استان تهران خبر نیست. وقتی تمام آدمایی که الان از نظر مدنی اومدن بیرون، دارن اعتصابات مدنی میکنن، همه باید متحدن بیاین بیرون. اگر طالب یک حکومت خوب سکولار هستین، اگر طالب یک زندگی عالی هستین،
در سطح اروپا، در سطح امریکا. ببین ما چقدر با اینا، ببین چقدر بلا نسبت احمقن که همیشه با آمریکایی که گاو شیرده تمام دنیاست، همه دارن ازش استفاده میکنن، ما اومدیم با شاخش داریم استفاده میکنیم، با شاخش درگیر شدیم. همه دارن از شیرش میخورن، از گوشتش میخورن، از همه چیش پوستش استفاده میکنن، ما داریم با شاخش داریم مبارزه میکنیم. اول انقلاب سفارتخونه رو گرفتیم، 400 نمیدونم خورده آدم و گروگان گرفتیم. از اون ساعت میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. شما چه عدد، اصلا عددی نیستین که بخواین نمیدونم رای قدس از کربلا میگذره، اصلا عددی نیستین شما برین قدس بگیرین. مگه همین جوریه برین یک کشور شما نابود بکنین، یک کشور از بین ببرین؟ چرا نمیخواین از گوشت شیر و پوست این گاوی که آمریکا باشه شیرده این همه استفاده بکنین؟ چرا با شاخش دارین مبارزه بکنین؟ کشور ما ایران ثروتمندترین کشور دنیاست، باور بکنین همچیه. ولی الان میبینید یه زلزله میاد، هنوزم زلزله پارسال اومد، مردم میگه امسال هیچ خسارت به بار نیومده. خب مردم خون زندگی ندارن تا خسارتی به بار بیاد. وقتی مرد تو چادر داره زندگی میکنه، نمیدونم یه بارندگی میشه نیم متر آب تو چادرش پر میشه، چی دیگه چادر کجا باید بریزی که تلفات جانی بدین شما؟ بعدم میریم میگیم ما نمیدونم یه اتوبان باید بزنیم به کربلا بریم، برای عراق بریم که بریم اونجا یه مرده رو پرستش بکنیم. تا کی مرده پرستی باید بکنیم؟ تا کی بایستی از عقل و ذهن ما استفاده بکنه اینا؟ تا کی ما رو میخوان عقب مونده حساب بکنن؟ ما با یه سال ملتی که این همه سرمایه ملی داره، این همه سرمایه انسانی داره، بابا ایرانی ها تمام دنیا هستن، در تمام دنیا. ببین در رأس بیشتر اداره‌جات هستن، در رأس جاهای مهم هستن، دارن اون کشور رو یا اون جایی که هستن دارن راهنمایی میکنن خیلی پیشرفت بکنن. چطوری ما این نیروی انسانی که از نفتم بالاتر، از ثروت نفت و از هرچی هم بالاتره میفرستیم همینجوری راحت برن؟ میشه فرار مغزا. حقیقتا فرار مغزا بود رفتن همه. همین الان همه دوست دارن که بیان امریکا. مرده توی اینقدر درس قوی میشه، اینقدر میخونه که همه رو A بگیره، یا به قول ایران همه رو 20 بگیره نمره رو، که بیاد یک دانشگاه امریکایی اروپایی یه جایی قبول بکنن. خب بس چه قبول میکنن وقتی میبینه اون باسواده، وقتی میبینه مخش کار میکنه، میتونه برای کشورش مفید باشه، چرا نیاره؟ ما این ارزش قائل نیستیم برای اون جوانایی که این همه سواد دارن. آدمی تا رنج نکشه، اینه بدونین، تا آدم رنج نکشه در زندگی، به قول یه چیزی داریم عافیت نمیدونه چیه، بایستی رنج بکشه. عیسی مسیح خداوند این جهان بود، جس پوشید اومد ما بین مردم، این همه رنج کشید. ما که از خدا بالاتر که نیستیم که. با این وضع اومد پایین، گم بیزار من دردو دارم میکشم، شما نگین که خدایا تو نمیدونی ما چی کشیدیم. تا زجر و درد نکشی نمیتونی یک زندگی خوب ایجاد بکنی برای خودت. من تا زحمت نکشم در زندگی خودم نمیتونم زندگیمو بسازم. ما تو ایران تا یه ذره زحمت و زجر نکشیم، تا نیایم اتحاد به خرج ندیم، تا نیایم بیرون، نمیتونیم یه زندگی خوب برای همه هموطنهای خودمون تهیه بکنیم. بایستی در زندگی کسی که رنج میکشه مزدش میبینه،
عیسی مسیح اومد زش کشید تو این جسم انسانی خودش، این همه معجزه کرد، این همه برای مردم خدمت کرد، باز مردم میگفتن معجزه میخوایم، باز اومدن اونو به صلیب کشیدن، فوشش دادن، سیلی زدن به صورتش. ولی همین عیسی مسیح دیدی با 11 نفر تمام جهان متحول کرد. همین الان روانشناسا نمیدونم دانشمندان از همین کتاب، از همین کتاب انجیل استفاده میکنن، منتها اسم عیسی مسیح رو نمیبرن. این کتاب، کتاب روانشناسیه، روان پریشان رو درست میکنه، انسان به رای راست میاره، انسان به انسانیت میاره، انسان به زندگی خوب زندگی کردن میاره. ما که نمیتونیم بشینیم در اونجا بگیم که آقا ما میشینیم اینجا میگیم که همینجوری دستی از غیب بیاد ما رو نجات بده، این حکومت ورداره ما نجات پیدا کنیم. حالا موقع اتحاد تمام استاناست که کشور ایران یک پارچه بیان همه بیرون، هیچ جنگی با هیچ کس ندارین، فقط همه بیان به عنوان اعتراض، همه نه 50,000 نفر، 100,000 نفر، میلیونی باید بیایم بیرون. ببینیم چقدر بعد پیروزی براتون شیرینه. اینی درد زایمان میمونه که بچه میاد دنیا همه شادن. ببینید چقدر بعد اون موقع شادی میکنین. بعد از 5 سال این ملتی دیدین که این همه غالطاقگیری یاد گرفتن در این 40 سال، چون برای اینکه تلویزیون های ایران دروغ 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 به اینا تحویل دادن، مردم الان دروغ به عنوان راست گفتن این قبول کردن. مردم ما بی‌حس شدن، از درد بیش از حد بی‌حس شدن. ولی بیاین این بی‌حسی رو یه جنبشی بدین به خودتون، یه تکونی بخورین، بیاین بیرون. همه اصلا نه تظاهراتی میشه، یه ساین بردارین فقط نشون بدین آقا ما شما رو نمیخوایم، میلیون ها آدم بیاین بیرون، اینا میرن. شما نبینین اون آدمایی که مثلا دو میلیون آدم از جیر خار اینا هستن دارن بر شما حکومت میکنن، بر 85 میلیون آدم دارن حکومت میکنن. 2 میلیون آدم، اون 2 میلیون آدم فعالن، همیشه فعالیت دارن، همیشه در صحنه حاضرن. ولی ما 83 میلیون آدم حاضر نیستیم بیایم بیرون، به خاطری که اون 2 میلیون دارن پول ایران میخورن، تمام سرمایه های ایران دارن میخورن میبرن. بعد ما 83 میلیون آدم حاضر نیستیم بیایم بیرون که حق ما رو بگیریم. وقتی مرده ببینه 83 میلیون 80 میلیون 50 میلیون آدم بیرون خیابونن، همه اعتراض دارن، خب خودشون فرار میکنن از وحشت. دیگه آقای قاضی کشور ایران اونجا نمیگه، کشور ایران که نیست، البته اینا جمهوری اسلامی هن، حکومت جمهوری اسلامی هن، اصلا اینا به ایرانی نیستن، اصلا به ایران ربطی ندارن، اینا برای نابودی اومدن. شما یک حرکت کوچیک بکنیم ببینین دست خدا با همه شما هست، با ایرانه. ببین چجوری اینا سرنگون میشن خدایش. با امید پیروزی ایمان دارم که اون روز نزدیک نزدیکه، اینو میبینم من. اگر یاسر جان ما یک سرود بیزاره ما برمیگردیم شما. می ستایمت مسیحا با تمام روح و جانم، می ستایمت خداوند با نگاهم با زبانم. Oh,
مسیحا، با تمام روح و جانم می ستایمت خداوند، با نگاهم با زبان مشکوه و پر جلالی، صد درود بر نام زیبات، ملکوت آسمونی با شکوه سیر پا، درود بر نام عیسی، سکن و بطر خداوند، قربان از روحت خداوند، تو مسیحای دربند. درود بر نام عیسی، سکن و بطر خداوند، قربان از روحت خداوند، تو مسیحای دربند. همه ما در دعاییم واسه ایران و کلیسا، همه کشورمون رو میسپاریم به دست عیسی. ایران در دعایی با کلامش که سراره، خواهرم این رو یقین دان، روز آزادی تو راه. واسه ایران در دعایی با کلامش که سراره، خواهرم این رو یقین دان، روز آزادی تو راه. عزیز ایران، بله داشتیم میگفتیم که تا رنج نکشه آدم حقیقتا نمیتونه آزادی رو به دست بیاره. شما فکر بکنید یک باغ میوه دارین، تا برای زحمت نکشین که نمیتونین میوه های خوب ازش برداشت بکنین. میتونین؟ نه. حالا موقعی هست که استانای ایران ببین با هم متحد بشن، نه اینایی که الان میان میگن نمیدونم فدرالیسم میخوایم، نمیدونم از این چرت پرتا میگن. ببین اینجا که آمریکا نیست ما حکومت فدرال داشته باشیم، استانهای دیگه هم اون، ما ببینین هنوز اون رشد فکری رو نداریم ما. بعد ایران ما اینقدر کوچیکه نمیتونه به اون ور بره، اینا همه گول زدن مردمه. میخوام به خاطر همین استانا رو با هم جدا دارن میکنن. شما میخواین یک کشوری کوچیک باشین که همه بر سر شما بزنن، یا یک ایرانی باشین متحد قوی که هیچ کس نتونه دست در دست هم زنجیروار ایران حفظ بکنین و خودتون حفظ بکنین؟ اگر این رنجا رو هم تحمل کردین، ما ایرانی ها یک اشتباه بزرگ کردیم در سیر بودن، در موقعی که پیشرفت داشتیم میکردیم رفتیم انقلاب کردیم. انقلاب ما اشتباه بود، هرچی هم ما نبودیم، ما عروسک بودیم کوکی. اون سران بالام که تازه میگفتم ما میفهمیم، اونام نمیفهمیدن، همه دسیسه بود که نذارم ما یک کشور پیشرفته و پیشرو باشیم، عقب مونده باشیم. یک حکومت متعجر عقب مونده آوردن برای ما که 40 سال ما رو بردن عقب، که الان میگن ما
خامنه‌ای میگی ما حکومت علی رو میخوایم. حکومت علی اون موقع چی میگد با شمشیر مردم میکشت، غارت میکردن این وارون بر. حکومت محمد چی میکرد اون موقع؟ جز کاروانا رو میزدن. این حکومتی میخوایم که دزد و رازم باشیم؟ ولی ملت ایران بدون اینکه رنجای شما پایان یافته است. امروز من از اول پتروس، از باب 3 از آیه 8 براتون میخونم. میگه رنج و زحمت به خاطر نیکوکاری. آدم ببین وقتی نیکوکاری میکنه رنج میکشه، وقتی آدم میخواد یه چیز خوبی به دست بیاره رنج میکشه. بچه وقتی به دنیا میاد تا بزرگ بشه هزارون اتفاق براش میفته تا یه بچه گنده بشه مثل من مثلا بزرگ بشه. هزارون اتفاق براش میفته، هزارون بدبختی و بیچارگی براش میاد. تا زجر نکشی، تا رنج نکشی نمیتونی یک زندگی خوب داشته باشی. میگی این چند کلمه را نیز خطاب به همه شما مینویسم. مانند اعضای یک خانواده نسبت به یک دیگر همدرد، مهربان، فروتن باشید و یک دیگر را از صمیم قلب دوست بدارید. ما الان ایران میبینیم که همه از هم جدا شدن، همه از هم نفرت دارن، همه به هم خیانت میکنن. این حکومت اسلامی اومد که میخواد همه خشم و کینه داشته باشن نسبت به هم. ما ایرانی ها سابق همدیگر دوست داشتیم، سابق به هم کمک میکردیم. حالا موقعی است که مردم باید کمک بکنن به همدیگر. همین حالا است که باید همدیگر دوست داشته باشیم، به متحد بشیم. تا از چیزی که میخوایم به دست بیاریم همگی شادی بکنیم با هم. اگر کسی به شما بدی کرد به او بدی نکنید، و اگر کسی به شما دشنام داد به او دشنام ندهید. ببین به همدیگر دشنام ندیم، به همدیگه گیر ندین. اگر هم یه نفر گیر داد از سر بدبختی و بیچارگی، حقوق نگرفتن، پیش زن بچه شرمنده بودن، یا جوانی پیش خانواده شرمنده است، میاد خشم تولید میشه، میاد داد و فریاد میکنه، شما دشمن هم دیگه نشین، با هم خشم نگیرین. اگه یه نفرم داد زد بیزار دادش بزنه، شما ساکت بمونین بیزار اون دارت از تو میترکه. خودتونو بیزارین جای یه نفری که 6 ماه حقوق نگرفته و پیش زن بچه شرمنده است، غذا نمیتونه برای بچهاش تهیه بکنه. و همدیگر گیر ندین. اگر کسی به شما دشنام داد به او دشنام ندهید، بلکه برای ایشان دعای خیر و برکت کنید. زیرا ما باید با دیگران مهربان باشیم، آنگاه خدا ما را برکت خواهد داد. اگر دستی رو بگیری، این ایمان دارم که خدا از آسمان برات برکت میفرسته. تو به نام عیسی مسیح دعا بکن، آرامش خداوند بگیر. ببین همین آرامشی میتونی به کسی دیگه بدی، تا مردم در زیر آرامش زندگی بکنن. اگر طالب یک زندگی خوب و خوش میباشید، از سخنان بد و دروغ بپریزید. چقدر ما تو این 40 سال دروغ گفتیم به هم دیگر، چقدر دروغ شنیدیم. بیاین اول خودمون رو اصلاح بکنیم، بیاین خودمون رو درست بکنیم. من ایمان دارم در آینده نزدیکی که داره میاد برای ایران، ببین تلویزیون ها وقتی آزاد باشه، روانشناس ها میاد، روانشناس های خوبی تو ایرانن، آدمایی میان که تعلیمات بدن، تعلیمات زندگی میدن به شما. مردم از اون رویه که الان دارن بر میگردن. من ایمان دارم بعد از 5 سال ایران ما
طوری از نظر فکری عوض میشه که تمام دنیا بگن عجب کشوری، عجب ملتی است. هرچی هم الان میدونن دنیا که ملت ایران چقدر دارن زج میکشن، ملت ایران اگه یه ذرم خلاف کار میکنن میدونن روی بدبختی و بیچارگی این حکومته. ببین عیسی مسیح اومد زج کشید، اومد به همه خدمت کرد، به همه تعلیم داد، آخرش هم روی صلیب مرگ و روی صلیب خرید تا آزادی حیات و زندگی خوب برای توی انسان بیاره. یعنی میوه دادن یعنی این، تو زج میکشی بعد آخر ثمرش میبینی که چی میوه ای دادی. اینه میوه دادن. شما مثل یوسف در وقتی کتاب میخونین، یوسف که برادراش اینو فروختن توی چاه انداختن، به بردگی فروختن اینو، ولی خدا از همه این چیزها استفاده کرد، حتی اینو فرد دوم مصر درست کرد بعد از فرعون که تمام امور مالی دست این بود. وقتی شما استقامت میکنین، وقتی شما میدونین که در آینده بهتری دارین، ببین دیگه اون زجر رو تحمل میکنین. 40 سال شما الان دارین زجر رو تحمل میکنین، مثل داوود پادشاه که داوود شد، داوود نبی، یه چوپان بود رفت پادشاه شد. میدونی چقدر میخواست اینو بکشن؟ چند بار میدونی زندگی چی میخواستن از بین ببرن؟ ولی تمام این زحمت ها رو با خودش گرفت تا پادشاه شد. مثل دانیال نبی در عهد عتیق، کشورش اومدن گرفتن، بابلیا داغونشون کردن، ولی دانیال اینقدر خونده بود، اینقدر سواد داشت که رئیس پادشاه اول مملکت بابل اینا رو وزیر خودش کرد. ببین تا رنج نکشه آدم، تا زحمت نکشه چیزی رو به دست نمیاره. من اگه یک راننده هستم در بیابانا دارم زج میکشم، رانندگی میکنم، میرم میام، تا این رانندگی رو نکنم، این سختی رو نکشم که حقوق خوبی به من نمیدن که. از اینجا بگی پایین برو تا بالا. چهل سال داریم زج میکشیم، حالا موقع برداشت محصوله. موقع برداشت محصول شما عقب نشینی کردین. وقتی استان خوزستان میشه باید تمام استان ها با این استان باشن، چون برای ایران، برای زندگی خودش داره میدوه، برای ایران هم میدوه، برای شما هم داره میدوه. اعتراضا برای همه ملت ایرانه. بهترین چیز همین اعتراض مدنیه. همه اعتصاب بکنن یا همه بیان بدون با سکوت یه پلاگارد بگیرن، یه ساین بگیرن، بیان تو خیابون بگن ما شما رو نمیخوایم. میگه از بدی دوری کنید و به هم نیکی نمایید، بکوشید تا با هم مردم در صلح صفا زندگی کنید. الان موقعیه که شما بایستی متحد بشین، الان موقعیه که شما بایستی به هم دیگه خوبی بکنین تا اون ثمره رو ببینید. سر هم دیگر کلا گذاشتن دولت جمهوری اسلامی استفاده میکنه، زیر پای ما هم دیگر خالی بکنیم دولت جمهوری اسلامی اینجا استفاده میکنه. ببین دولت جمهوری اسلامی 2 میلیون آدمن، ما 85 میلیون آدمیم. 2 میلیون دارن ما رو داغون میکنن، ما میتونیم این 2 میلیون راحت پس بزنیم. هر وقت یه چیزی میشه اونا میان بیرون، به خاطر که میانن متزلزل شده، میخواد حکومتشون بیفته، از نون خوردن میفتن، میخواد دارن بدوزن دیگه.
40 سال دارن میدوزن اینا. الان همه پا داره فرار دارن میذارن، همه پولای خودشون دارن برمیدارن میبرن این بر اون بر. وقتی به کردستان عراق به یه آدم میگن که آقا برو 11 میلیون بهت میدیم ببر مثلا فلان بانک در انگلیس بریز، یک میلیون مال تو باشه، 1 میلیون دلار. خب اونم میری این کار میکنه دیگه، میگه من 1 میلیون دلار میلیونر میشم. به من چی ربطی داره؟ اون عراقیه دیگه، میگه به من چی ربطی داره؟ اون میخواد پول خودش ببره، منم در این استفاده میکنم. اینجوری دارن پولاتونو میبرن. الان موقع هوشیاری است ملت. الان نبایستی شما الان پس بکشین. الان موقع اتحاده که بیایم بیرون همه با هم، همه استانا با هم، نه فقط خوزستان باشه، استان خراسان، استان مازندران، گیلان، تهران، آذربایجان، کردستان، نمیدونم سیستان و بلوچستان، همدان، اینا باید الان همه با هم پاشن. وقتی اومدیم بیرون پیروز شدیم میگفتی ای چقدر راحت بودا، همه اومدیم بیرون اینا رفتن فرار کردن رفتن. حقیقتا هم این همین به این راحتیه. همه وقتی بیاین بیرون اینا میترسن میرن، ولی 100,000 نفر بیاین نه، اون 2 میلیونی که میگم اونا میان ضربه میزنن. هرچی هم ارتششون چیزی، ارتش که با شماست. ببین سپاه ایران هم نمیاد شما رو نمیزنه، چون تو سپاه یک ایده سرانش دارن میدوزن، بقیه که از ملتن، دلشون برای ملت میسوزه. سپاه که همشون خرام نیستن که. میگه زیرا خداوند نسبت به نیکوکاران نظر لطف دارد و به دعای ایشان گوش میدهد، اما از بدکاران روگردان است. اینا چوب خودشونو میخورن، 40 سال ظلم کردن، اینو باور بکنین که چوب خودشونو میخورن. معمولا کسی به سبب نیکوکاری خود مورد آزار و اذیت قرار نمیگیرد، اما حتی اگر شما مورد جور و ستم واقع میشوید خوشحال باشید. ببین میگم که تا فکر بکنید یک باغ میوه، یک باغ نمیدونم سبزیجات، هر چیزی، تا اونو زجر نکشین، اونو به عمل نیارین که میوه خوب نمیگیرین ازش. که میگه حتی زجر دارین میکشین خوشحال باشین، میدونی که این زجر پایانش زاییدن یک بچه خوبه، دردای زایمانه، بعدن همه خوشحالن. بعد بهتون قول میدم در عرض 10 سال بین ایران چی میشه. بس کنیم، خسته کردن اینا ما رو. چقدر پول ما رو باید برداریم برای مرده ها خرج بکنیم؟ چقدر باید امامزاده و امامزاده ای؟ 2,000 تا امامزاده داشتیم، الان 200,000 تا امامزاده داریم. میخوام با این چیزا ما رو عقب مونده بکنم، میخوام با این چیزا، آقا روی گوسفند سبز میزنن، گوسفند رو رنگ سبز میزنن روش، میگن این نظره. ببین چرت پرتای این آخوندا توی این تلویزیون ها میگن یا تو این مدیا دارن صحبت میکنن، هم ببین حرفاشونو گوش بدیم این چقدر چرته. شای ما بدبختیش اینه که نذاش این کتاب های آشغال رو بخونن مردم. مال گل سرخیه، نمیدونم مال شریعتیه، مال نمیدونم توزیل مسائل آقای امامه. شاه بدبختیش این بود که نذاشت این کتاب ها رو مردم بخونن تا آگهی پیدا بکنن که بابا توشون یه چیزای آشغالی نوشته که هیچ عقل سلیمی اونو قبول نمیکنه. واقعا اگه اینا رو میریخت بیرون مردم میخوندن انقلاب هم نمیشد، ولی ما لازم داشتیم یه انقلاب بشه، ما لازم داشتیم که اسلامو بشناسیم، تمام دنیا لازمش بود که این اسلامو بشناسه که در بطن اون چی خبره.
بین نه اینکه من مسیحی شدم میگم که اسلام کاری ندارم، کسی که اسلام میخونه قبول میکنه نوش جونش به داشته باشه، ولی نخونده رگای گردن میزنه بیرون اون بده. باید یه چیه کتاب تو بخونی بفهمی این اینکه ما چرا بدبختی داریم میکشیم. برای اینکه کتابایی که شاه قدغن کرده و نخوندیم این بدبختی ها به طرف ما اومد. اگه اینا رو میخونیم که میفهمیدیم چی بدبختیم، که دیگه اینجا بدبخت نمیشدیم، میفهمیدیم که چی اینا همه آشغالن. کتاب توزیع مسائل خمینی دیگه شرم‌آور خوندنش هستن حقیقتا. شما برین چهار تا یه صفحه شو بخونین شرمتون میاد. اگه زلزله اومد از اون بالا، نمیدونم پسری افتاد روی عمه خود، زلزله اومد از بالا خونه خراب شد، پسر افتاد روی عمش، عمونجا هم سیکس انجام گرفت، یه بچه دنیا اومد. ببین طرز فکرشون رو نگاه بکن تو. ما اینا رو نذاشتم ما بخونیم که ببینیم دنیا چی خبره. فکر میکنیم که مثلا شریعتی مثلا چی گفته، یا تو این توضیح مسائل واقعا چی نوشته. همین یک کلمه که الان میگم یه الان یک تیشه، یه الان خیلی خوبه، بریم ببین بقیه چی چرت پیدایی نوشته توش. ولی ملت بدونین که ما خدا دستش با ماست، بدونین که آزادی ما نزدیکه. اینا دارن پولا رو دارن میدوزن، فرار دارن میکنن. متحد بودن، اتحاد شرط اوله. خداوند دستش با شماست. تاست ببین با شماست که شما یه حرکت کوچیک بکنیم، بقیه خدا براتون همه رو انجام میده. فقط یه حرکت، یه دونه خیابون اومدنه، همین. عیسی مسیح هم این رنج کشید، دردو کشید تا حیات به زندگی انسان‌ها بیاره، تا انسان‌ها به نام عیسی مسیح زندگیشون عوض بشه، تا انسان‌ها به نام عیسی مسیح زندگیشون پر از نور خدا بشه، تا زندگیشونو بفهمن، تحول عظیم ایجاد بشه در زندگیشون. امروز عیسی مسیح رو در زبانت، در قلبت بیار تا بفهمی که عیسی مسیح کیست. که اینقدر ما میگیم عیسی مسیح، قدرت عیسی مسیح رو، محبت عیسی مسیح رو، فیض عیسی مسیح رو بچشین. امروز عیسی مسیح رو دعوت بکنیم به زندگی های شما. شما رو به دست خداوند میسپرم. تا هفته دیگه، بدرود. تا درودی دیگر، مرسی که گوش دادید.